Iranian phantoms hit back. سال 1365 شاید در تاریخ 8 ساله دفاع مقدس سالی خاص بود. صدام در این سال جنگ شهرها رو به نقطه اوجش رسوند. شوروی تعداد قابل توجه جنگنده میگ 25 معروف به فاکسبت رو در اختیار نیروی هوایی صدام قرار داده بود. توانایی تسلیح به انواع موشک‌های هوا به هوا و هوا به زمین، پرواز در ارتفاع بیش از 60,000 پا و سرعتی حدود 3 ماخ یا 3 برابر سرعت صوت، دست خلبانان عراقی رو برای بمباران شهرهای کشورمون و کشتار مردم و غیر نظامی ها باز گذاشته. اما در روز 13 تیر ماه 1365 اتفاقی افتاد که در تاریخ جنگ های هوایی بی سابقه بود. زارع نژاد و شعبانی که اون روزها در پایگاه دوم شکاری تبریز خدمت می کردند، حماسه ساز این نبرد بزرگند. شاید این مأموریت به هر دوی ما داده شد استثناءً در اون روز استثنایی، در اون ساعت استثنایی. طبق قوانین و اصول نبردهای هوایی، جنگنده هایی که قراره با هم درگیر بشن اصولاً از لحاظ قدرت، تسلیحات و مانور پذیری در سطح هم هستند. اما آیا براستی F5 در سطح میگ 25 بود؟ به هیچ عنوان، نه نظر قد و هیکل، نه نظر قدرت مانور. سر تایم خودمون بلند شدیم، اومدیم اول باند، من با برج تماس گرفتم، گفتم که ما آماده هستیم. برج به من گفتش که شما تیک آف بکنید و برید رادار. دو جنگنده بال در بال هم تا ارتفاع 18,000 پا اوج گرفتند و گوش به زنگ رادار منطقه غرب کشور بودند. اونها تا این لحظه حتی نمی دونستند قرار با چه هواپیمایی درگیر بشن. سرعتمون خیلی بالا بود و من دیدم درست مثل یه آینه، و یکی از شانسایی هم که ما آوردیم این بود که نور خورشید، ما درست تو خورشید داشتیم پرواز میکردیم، به سمت شرق، از طرف شرق داشتیم به این هواپیما نزدیک میشدیم. میگه 25 عراقی اون روز به سودای شکار تانکرهای سوخت رسان 747 نیروی هوایی وارد آسمان کشور شده بود، چرا که میدونست این هواپیما یک هواپیمای استراتژیکه که با سوخت رسانی توانایی انواع جنگنده های ایران رو چند برابر میکنه. 13 دقیقه از پرواز ما گذشته بود. طلبان زارع نژاد حالا دیگه میگ عراقی رو میتونست با چشم غیر مسلح ببینه و این موضوع آتش اشتیاقش برای شکار پرنده متجاوز عراقی رو بیشتر می‌کرد. توی این داستان من تمام ریزکاریایی که برای یه پرواز تاکتیکی لازم باشه من همه رو انجام دادم. خلبان مجید شعبانی که بال در بال زارع نژاد پرواز می‌کرد، هر لحظه آماده بود تا خودش وظیفه شکار رو به عهده بگیره. F5 ها لحظه به لحظه به شکارشون نزدیک می شدند که ناگهان خلبان میگ 25 عراقی متوجه حضور اونها می شه و موتورهای جنگندش رو در حالت پسوز برای فرار قرار می ده. اما دیگه فرصتی برای فرار باقی نمونده بود. من اومدم اینطوری توی زاویهش قرار گرفتم. این بار که توی زاویهش قرار گرفتم، شروع کردم فایر کردن که این گلوله های بساب من روی این هواپیما و اطرافش پخش شد. درست از پشت کاناپی هواپیما به صورت تیکه تیکه این هواپیما سوراخ سوراخ شده بود، ازش آتیش داشت میزد که من تعجب میکنم. بعدم این هواپیما میگه 25 عراقی تا نزدیک موتوراش غرق به آتیش شده. ببین منم گفتم که مجید کف کردی، مجید کف کردی. منم گفتم خدا وکیلی حال کردم. چندی بعد زارع نژاد از سوی مقام معظم رهبری به دلیل اقدامات ارزشمند در 8 سال دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت. تقدیر به خاطر صدها ساعت پرواز عملیاتی و از همه مهمتر
پنبه کردن رشته آرزوهای شیطانی صدام که فکر میکرد با میگ 25 میتونه پیروز نبردهای هوایی باشه. با 3 ماه بعد از این داستان هیچ نوع هواپیمای میگ 25 که میمدن شهرهای ما رو میزدن، تهران رو میزدن، تبریز رو میزدن، اینا دیگه هیچ کدومشون نتونستن بیان، یعنی جرأت اینو نکردن.